قسم دهم اطراف حضرت آیت الله را باز گذارید تا زودتر به محل خود برسند و دوستان از بیاناتشون بهره‌مند گردند. جلو راه ایشان علی‌الظاهر مسدود شده. برادران کمک کنید، مساعدت کنید، راه را باز بذارید، بگذارید حضرت آیت الله با کمال سلامتی وارد شوند. ناراحتی ایشان برای همه ایجاد ناراحتی خواهد کرد. اگر به ایشان علاقه دارید هرچه زودتر راه را باز بذارید تا ایشان به این محل برسند و از بیانات و فرمایشات ایشان استفاده کنید و از همه برادران، دوستان، کسانی که از این شهرستانند و از شهرهای دیگر برای استقبال این آقای بزرگوار به این محل آمدند از همه سپاسگزار و متشکریم. خداوند ان شاء الله همه شماها را نصرت و یاری فرماید، دشمنان شما را هر چه زودتر محو و نابود گرداند ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقایون منتظرن، هر چه زودتر راه باشه. همه دوستان ناراحتن. آقایان جلو راه آقا را باز کنید. یک ساعت از آقا دم در معطلن. اگر راه باشه هر چه زودتر تشریف بیارن تا به فیض ایشان نائل شوند. دوستان برادران، آقایان جلو آقا را باز کنید، اذیت نکنید. جناب آقای مطهری شما بیاید بیانی بفرمایید. برادران که ایستادن سفارش، اشخاصی که ایستادن گوشه و کنار بنشینن، سکوت کنن، هر کدام یک حمد و سرق قل هو الله برای شهدای مدفون شده در این مزار بزرگ بخوانند، بلکه ان شاء الله زودتر آقا به اینجا برسند. شروع کنید به خوندن حمد و توحید. بفرمایید. اولین وظیفه شرعی ما حفظ جان آقاست. کسانی که دور ماشین را گرفتن دور بشوند. کسانی که از اونها دور هستند، کسانی را که چسبیدند کنار بکشند. سلامت آقا در خطر است. آقا تشریف می آورند همینجا و زیارتشون می کنید. از کنار ماشین آقا دور بشوید، راه را باز کنید، نزدیک نروید. حفظ سلامت آقا از اوجب واجبات است.
تا می توانید از نزدیک شدن به ماشین خودداری کنید، رعایت انتظامات را کاملا بفرمایید. هر فردی در جای خودش ثابت و مانع هجوم دیگران بشود. کسانی را که نزدیک می شوند به زور به عقب بکشید. برای سلامتی امام خمینی با صدای بلند سه نوبت صلوات ختم کنید. صدوقی مجدداً با برادران و خواهران صحبت می‌فرماید. برادران، هر کس علاقه دارد به آقا، از برادران و خواهران گرامی خواهش می‌کنیم به تذکرات مجدد حضرت آیت الله صدوقی توجه فرمایند. آقایان، برادران، هر کس به آقا علاقه داره از دور ماشین آقا بیاید کنار. خیلی ناراحتن. شما حساب بفرمایید از یکی بعد از نصف شب تا حالا ایشان در حرکت و ناراحت. اگر راحت ایشان را میخواهی، اگر علاقه به ایشان داری، اگر در اظهار علاقه به ایشان صادقید، از کنار ماشینشون یه خورده دور شوید تا زودتری آقا به اینجا تشریف بیارد. اظهار علاقه شما باید به مرحله ظهور برسه. اگر علاقه به آقا دارید بگذارید هر چه زودتر آقا تشریف بیارن، ناراحتی ایشان را نخواسته باشن. دوستان، آقا را ناراحت نکنید، بگذارید تشریف بیارن، راه را باز کنید، ناراحتی ایجاد نکنید. به یک دیگر کمک کنید، راه باز کنید، آقا زودتری تشریف بیاره. علاقمندان به آقا، این چه علاقه ایست که ایشان را در ناراحتی قرار دادید؟ نمیدانم به کجا کشید، راه باز شد نشد، نزدیک شدن آقایانه؟ برادران، مزاحمت نکنید.
علاقه خودتون را به آقا نشان دهید و هر چه زودتر بگذارید آقا تشریف بیاره. توجه کنید برادرها، برادران و خواهران رزمنده، همان گونه که حضرت آیت الله صدوقی به استاد مطهری فرمودن برای این که بزرگ رهبر انقلاب را زیارت کنید و برای این که بدون پیش آمدن حادثه ای با موفقیت مراسم استقبال شما برگزار شود، باید حفظ نظم و رعایت اصول و مقررات را بکنید. به گفتار ماموران انتظامات توجه کنید و به تذکری که حضرت آیت الله صدوقی و استاد مطهری فرمودن کمال دقت را داشته باشید و شما که در راه امام و هدف امام و آرمان امام جان و مال خود را در طبق اخلاص نهاده اید، حاضر نشوید با ازدحام بی جایتان رسیدن امام به تأخیر بیفتد. جلو و اطراف اتومبیلش را خالی کنید تا امام هرچه زودتر در جایگاه قرار گرفته و پیام آتی انقلاب را به شما انقلابیون و رزماندگان طریق توحیدی برساند. و بار دیگر توجه شما را به فرمایشات و تذکراتی که حضرت آیت الله صدوقی دارد جلب می کنم. قول یکی از دوستان گفت که این آیه را بخوان، اطیع الله و اطیع الرسول. اگر شما به فرمان خدا و به فرمان رسول خدا نباشید که لطفاً برادران این هلیکوپتر نزدیک ما، برادران و خواهران اجازه بدید جای هلیکوپتر رو خالی کنید. برادران و خواهران جای هلیکوپتر رو خالی کنید. همه بنشینید. برادران سر جای خود بنشینید. لطفاً برادران. برادران و خواهران به جای خود بنشینند. هیچ کس از جای خود بر نخیزد. هر کس سر جای خودش بشینه. از عموم برادران تقاضا داریم سر جای خودشون بشینن. هیچ کس از جای خود بر نخیزه. همه بنشینید. هیچ کس بر نخیزه. از آقایان خواهش میکنیم همه بنشینید. غیر از مامورین انتظامی همه بنشینن. آقا خواهش میکنیم. از کمیته استقبال از امام خمینی جمعیتی را که در نزدیکی فرود هلیکوپتر بودند دعوت به نشستن کردند. برای شما توضیح بدم و این صحبتی است که من شنیدم، گویا در مراجعت حضرت آیت الله امام خمینی این هلیکوپتر ایشان را به تهران منتقل خواهد کرد. هر کس سر جای خود بنشیند. مامورین انتظاماتی تذکر دهند به جای خود بنشیند. همه کس بنشیند.
همه آقایون به جای خود بنشینن. هر کس به جای خود بنشینن. از عموم برادران و خواهران تقاضا داریم به جای خودشون بنشینن. از عموم برادران و خواهران خواهش داریم به سر جاهای خود بنشینن. هیچ کس بر نخیزه. با ما همکاری کنید. سراسر منطقه سکوت رو رعایت کنید. همه بنشینن. فقط اون کسانی که بهشون دستور داده می شود بروند. از آقایان و خانم ها صمیمانه تقاضا می کنیم سر جای خودشون بنشینند. از خانم ها و آقایان تقاضا می کنیم با مامورین انتظامات همکاری کنند. دوستان عزیز، خواهش می کنیم نظم و انضباط را رعایت بفرمایید. تقاضا می شود از جای خود حرکت نکنند. همه سر جای خود بنشینند. همه به جای خود بنشینند. از برادران و خواهران نده آقا خواهران برادران و خواهران تقاضا داریم کمال همکاری رو با ما بنمونید. مامورین انتظامات نذارید کسی آقا بیاد تو دیگه، کافیه. مأمورین انتظامات کسی رو به داخل منطقه راه ندید. از خواهران و برادران عزیز تقاضا می‌کنیم بنشینن سر جای خودشون. آقایون بفرمایید بنشینید. مأمورین انتظامات به مردم توصیه کنن بنشینن. آقا جان آره بلیشن. از همه برادران تقاضا داریم به سر جاهای خود بنشینن. هیچ کس از جای خود بر نخیزه. چند دقیقه پیش اجازه بفرمایید که برادران نزدیک قطعه شهدا بر زمین نشست. خواهش داریم سر جای خود بنشینید. به من اطلاع دادند که حضرت آیت الله العظمى امام خمینی در این هلیکوپتر هستند. از عموم آقایان خواهش داریم سر جاهای خود بنشینند. هیچ گونه شعاری ندهند، ساکت باشند. حال حضرت آیت الله نیاز به مواظبت دارد. همه آقایون بر سر جای خود بنشینند. اجازه بفرمایند تا ایشون به جایگاه تشریف فرما بشوند. دوستان عزیز، با مأمورین انتظامات همکاری بفرمایید. از آقایان مخبرین خواهشمندیم بنشینند اگر امکان داره براشون. هر کدومشون امکان هست براشون محبت کنند بنشینند. غیر از عکاسان که مجبورند بایستن، اگر همونها هم امکان داشت بنشینند که نظم رو ما بتونیم باشن. انتظار از آقایان تا لحظاتی دیگر به پایان میرسد. موقعی که آقا روی جایگاه تشریف آوردن مأمورین انتظامات هم بنشینند، بعد همه آقا رو خواهند دید.
استقبال کنندگان آیات اعظام برای پیشواز از حضرت آیت الله العظمى امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران به پای هلیکوپتر رفتند. اندوه کثیر خبرنگاران حوادث و رویدادهای بزرگ تاریخ هر ملت را می‌سازند و امروز شاهد رویدادی بس بزرگ هستیم، بازگشت رهبر جنبش ملت ایران. انتظار به پایان رسید. انتظار به پایان رسید. الله اکبر. امام خمینی به جایگاهی که برای سخنرانی تاریخی ایشان در نظر گرفته شده نزدیک می شوند. جمعیت عظیم مستقر در بهشت زهرا احساساتشان را با درود بر محمد
و الله اکبر بزرگ است هدا نشان می‌دهد. الله اکبر صداییست که در بهشت زهرا و در تمامی سرزمین وسیع من تنین انداز است. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله اکبر. این چهره حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران. رویدادهای بزرگ تاریخ هر ملت را می‌سازند و امروز شاهد این رویداد عظیم هستیم، بازگشت رهبر جنبش ملت ایران. و در این لحظات تاریخی ملت ایران به سخنان رهبرش گوش می‌دهد. لطفاً برادران اطراف جایگاه رو خالی کنند. لطفاً برادران و خواهران اطراف جایگاه رو خالی نگه دارند. اینک آیاتی از قرآن کریم همراه ترجمه به افتخار پیشوای عظیم و شد و رهبر انقلاب سرخ ما امام خمینی. میخواید بنویسید؟
هرگز کشتگان راه خدا را مردگان مپنداری، هرگز کشتگان راه خدا را مردگان مپنداری، که آنان زندند و نزد پروردگارشان در عالی ترین سطوح رزق داده می شوند و با عالی ترین تغذیه بهترین روش را دارند. یا که به خدا ایمان آوردند و در راه خدا هجرت و با مال و جان خیش جهاد نمودند، بالاترین رتبه و مقام را در پیشگاه خداوند متعال دارند و بدون تردید این امت رستگار و پیروزند و بدون تردید این امت رستگار و پیروزند. بهتر از این که انسان چهرش به روی خدا باشد و نیکی کند و از فکر ابراهیم بچشن پیروی نماید، آن ابراهیمی که دوست و خلیل خدا. و سیالم الذین
شرمندگی وجدان و بدبختی ها و در آخرت با چهره سیاه خدا را ملاقات خواهند کرد. صدق الله العلی العظیم. صلوات. تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. ای شهیدان گلگون کفن، به وسیله برخیزید که رهبر انقلاب به کنار تربت پاک شهد شما آمده خانده شد و تربت پاک شما را به چشم میمالد. لحظات دیگر سرود شهید به وسیله گروهی از دانش آموزان مدارس شهیدان جلب خانده خواهد شد. صلوات. دانش آموزانی که خدمت شما گفتم از مدارس مختلف تهران به وسیله کمیته برگزاری مراسم استقبال از امام خمینی انتخاب شدند، در طرف راست جایگاه قرار گرفتند و تا لحظاتی دیگر سرود شهید را خواهند خواند. ای شهیدان راه خدا، برادران گرامی توجه فرمایید، اینک آقای قاسم امانی فرزند شهید به هنگامی که
این سرود خوانده شد همه توجه فرمایید. اینک یکی از فرزندان شهدای این سالیان گذشته به حضور رهبر انقلاب اکنون اعلام می شود که شهید و فرزند شهید خیر مقدم از طرف همه شهدا عرض می کند. به وسیله یکی از خانواده شهدا خیر مقدمی گفته خواهد شد. سلام بر مرجع و رهبری که پرچمدار مبارزه علیه شرک و ظلم و فساد گشت و روحی تازه در کالبد مستضعفان دمید و ستمگران و چپاولگران شرق و غرب را به هراس افکند. و سلام بر همه شهیدان تاریخ، آن زندگان جاودان که ارزش آفرینان بشریت هستند. من از طرف خانواده همه شهیدانی که در اینجا و در سرتاسر این کشور پهناور و در سایه کشورها و در سایر کشورها آرمیده‌اند و روحشان از جوار رحمت الهی به این صحنه پرشور متوجه است، ورود آن رهبر را به کشور و به این گلستان شهدا خوش آمد میگویم. به رهبری که خود فرزند شهید و پدر دو شهید است و پدر همه این شهیدان و ما فرزندان شهدا. ای رهبر بیداری، در آغاز این نبرد پر افتخار، آنگاه که فریاد یاری دین خدا برآوردی، قشرهای مختلف ملت ما یک بارچه با عمل قهرمانانه خیش پاسخ دادن لبک لبک و جان و مال و هرچه داشتن به راه تو دادن، همان راه برقراری نظام توحید و سرنگونی شرک و استعمار و استثمار و استبداد بود. و در این سالهای جهاد و شهادت و خون و رنج، پدران ما، مادران ما، خواهران و برادران ما شکنجه دیدند، زندان افتادند، محرومیت کشیدند و در خون خیش غوطه‌ور شدند تا نظام طاغوتیان را در هم شکنند و مشعل عدالت و آزادی را برافروزند که برافروختند. ای وارث حسین، ما هر شهیدمان که به شهادت رسید جشن شهادت گرفتیم و فریاد زدیم ای شهید شهادتت مبارک، چرا که مکتب ما مکتب انقلاب و شهادت است و هر زمین کربلا و هر ماه محرم و هر روز در جبهه حق و باطل عاشورا. ما در این کربلای ایران همه گونه شهید داشته ای، از زن و مرد، پیر و جوان، کودک شیرخواره و حتی جنین‌های سقط شده، از روحانی و دانشجو، معلم و دانش آموز، کارگر و کشاورز تا کارمند و کاسب. همه اینها به گفته رهبر از الطاف خفیه الهی بود و ما امروز افتخار میکنیم که از نسل و خانواده شهیدان هستیم و اینک در برابر رهبر بزرگ با خدای خیش پیمان میبندیم که همراه ملت غیور راه شهیدان را دنبال کنیم و سربازانی فداکار برای جمهوری اسلامی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر مقدم یکی از خانواده های شهدا را شنیدید و این لحظه لحظه تاریخی است. ملت ایران سخنان رهبرش را نه از دور در کنار خیش می شنود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود، مصیبت های زن های جوان مرده، مرد های اولاد از دست داده، طفل های پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن می افتد، سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم تاب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق به این عقوبات شدند؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آ محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها میآیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. اون اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشه؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه. ما فرض میکنیم که این سلطنت پهلوی اول که تأسیس شد، ما فرض میکنیم که به اختیار مردم بود و مجلس مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و این اسباب این میشد که بر فرض این که این امر باطل صحیح باشد، فقط رضاخان سلطان باشد، اون هم بر اون اشخاصی که در اون زمان بودند. و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشترشون، بلکه الا بعض قلیلی از اونها ادراک اون وقت را نکردن، چه حقی داشتند ملت در اون زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کند؟ بنابراین سلطنت محمد رضا اولا که چون سلطنت پدرش چیز بود، خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود مجلس، غیر قانونی است. پس من سلطنت محمد رضا هم غیر قانونی است. و اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی اونها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودشه. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این، 80 سال پیش از این بودن، میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند اونها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این سلطنتی که در اون وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان میگد که ما نمیخواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رأی دادند به این که ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمد رضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشون است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است. حالا میایم سراغ دولت هایی که ناشی شده از سلطنت محمد رضا و مجلس هایی که ما داریم. در تمام طول مشروطیت الا بعض از زمانها، اون هم نسبت به بعض از وکلا، مردم دخالت نداشتن در تعیین وکلا. شما الان اطلاع دارید که در این مجلسی که حالا هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا، و شما ملت ایران هستید، شما ملتی هستید که در تهران سکنا دارید،
من از شما مردم تهران سوال میکنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستند، که در مجلس سنا و که در مجلس شورا، شما اطلاع داشتید که اینا را خودتون تعیین کنید؟ اکثر این مردم میشناسن این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند، یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیر قانونی است. بنابراین اینهایی که در مجلس نشستند و مال ملت را گرفتند به عنوان اینکه حقوق هر فرض کنید که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. اونهایی هم که در مجلس سنا هستند، اونها هم حق نداشتند و ضامن هستند. و اما دولتی که ناشی میشد از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر او غیر قانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، مجلس دولتی که از همچه مجلسی و همچه سلطانی انشا بشد، این دولت غیر قانونی است. این ملت حرفی را که داشتند در زمان محمد رضا خان میگفتند که این سلطنت را ما نمیخواهیم و سرنوشت ما با خود ما، در حالا میگن که ما این وکلا را غیر قانونی میدانیم، این مجلس سنا را غیر قانونی میدانیم، این دولت را غیر قانونی میدانیم. آیا کسی که خودش از ناحیه مجلس، از ناحیه مجلس سنا، از ناحیه شاه منصوب است و همه اونها غیر قانونی هستند، میشد که قانونی باشد؟ ما میگیم که شما غیر قانونی هستید، باید برید. ما اعلام میکنیم که الان دولتی که به اسم دولت قانونی خودش را معرفی میکند، حتی خودش قبول ندارد که قانونی است. خودش تا چند سال پیش از این، تا اون وقتی که دستش نیامده بود، این وزارت قبول داشت که غیر قانونی است. حالا چه شده است که میگه من قانونی هستم؟ این مجلس غیر قانونی است. از خود وکلا بپرسید که آیا شما را ملت و تعیین کرده است؟ هر کدوم ادعا کردن که ملت تعیین کرده است، ما دستشون را میدیم دست یه نفر آدم ببرش در حوزه انتخابیش. در حوزه انتخابیه از مردم سوال میکنیم که این آقا آیا وکیل شما هست؟ شما او را تعیین کردید؟ حتما بدانید که جواب اونها نفی است. بنابراین آیا یه ملتی که فریاد میکند که ما این ملت، این دولتمون، این شاهمون، این مجلسمون برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمون دست خودمون باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر؟ من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی، این خائن خبیث، برای ما رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را میتونن بکنن، تا تمام مردم دست به دست هم ندن، نمیتونن این ریختگی اقتصاد را از بین ببرن. شما ملاحظه کنید به اسم
این که ما میخواهیم زراعت را دهقانها را دهقان کنیم. تا حالا رعیت بودن و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست می‌تونه امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش بکنیم مگر همه ملت دست به هم بدن و کمک کنند تا سالهایی بگذرد و جبران بشد. این معنا فرهنگ ما را یک فرهنگ عقب نگه داشته، درست کرده از فرهنگ ما را این عقب نگه داشته به طوری که الان جوانهای ما تحصیلاتشون در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از این که یه مدتی در اینجا یه نیمه تحصیلی کردن، اونم با این مصیبت ها، اونم با این چیزها، باید برن در خارج تحصیل بکنن. ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریبه 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه سینمای ما مرکز فحشا است؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با او مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟ تجدد وقتی که مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پاشا در شرق گذاشت، خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید ازش استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد و شما میدانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدند و همینطور سایر اینجا. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت کردند به مملکت ما و اما نفت ما، تمام نفت ما را به غیر دادن، به آمریکا و غیر از آمریکا دادن. اونی که به آمریکا دادن عوض چی گرفتن؟ عوض یک اسلحه‌ای برای پایگاه درست کردن برای آقای امریکا. ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای اونا درست کردیم. آمریکا با این حیله که این مرد هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش در عوض پایگاه درست کرد. این هم از ناحیه نفت، که این نفت ما را اگر چند سال دیگه خدای نخواسته این عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود، زراعتمون هم که تمام کرده، این ملت به کلی ساقط شده بود و باید عملگی کند
برای اغیار ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانای ما برای این جهاد ریخته شده، برای اینکه آزادی میخوایم. ما 50 سال است که در احتناق به سر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیو صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب میتوانست حرف بزند، نه اهل منبر میتوانستن حرف بزنند، نه امام جماعت میتوانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشار ملت کارشون را میتونستن ادامه بدن. و در زمان ایشون هم همین اختراق به طریق بالاتر باقی است و باقی بود و الان هم باز نیمه هشاشه او که باقی است، نیمه هشاشه این اختراق هم باقی است. ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقاش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از این پشتیبانی بکنی، انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنی. یه نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگیش قبولش ندارن، بله چند تا از اشرار را دارن که میارن توی خیابانها، از خودشون از این اشرار فریادم میکنن، از این حرفا میزنن، لکن ملت این است، این ملت است. میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، خب واضح است این یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را. باید سر جاش بشیند این آدم، و یا این که به امر آمریکا و اینها وادار کند یک دسته از اشرار را این ملت را قتل عام کنند. ما تا هستیم نمیگذاریم اینها سلطه پیدا کنند، ما نمیگذاریم دوباره اعاده بشد اون حیثیت سابق و اون ظلم های سابق. ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده، اینها میخوان برش گردانند. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید، نقشه دارن میکشند، ستاد درست کرده مثلی که در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. و من از خدای تبارک و تعالی سلامت همه شما را خواستم و من عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم تا اون وقتی که اینها ساقط بشن و ما به واسطه آراء مردم مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دائمی را تعیین بکنیم. و من باید از یک نصیحت به ارتش بکنم و یک تشکر از یک ارکان ارتش، یک قشر های از ارتش. اما اون نصیحتی که می کنم این است که ما می خواهیم که شما مستقل باشید. ماها داریم زحمت می کشیم،
ماها خون دادیم، ماها جوان دادیم، ماها حیثیت آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتن، زجر کشیدن. میخواییم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی، شما نمیخوایی مستقل باشی. آقای سرلشکر شما نمیخوایی مستقل باشی، شما میخوایی نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید، بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشد. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرفا میزنیم، شما بیایید برای خاطر خودتون این حرفا بزنید، بگید ما میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم این مستشارها باشد. ما که این حرفا میزنیم که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید تو خیابان خون جوانهای ما را بریزید، که چرا میگید من باید مستقل باشم؟ ما میخوایم تو آقا باشی. و اما تشکر میکنم از این قشرهایی که متصل شدند به ملت. اینها آبروی خودشون را، آبروی کشورشون را، آبروی ملتشون را اینها حفظ کردن. این درجه‌دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند. و همینطور اونهایی که در اصفهان و در همدان و در سایر جاها اینها تکلیف شرعی، ملی، کشوری خودشون را دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از نهضت اسلامی ملت را کردند، ما از اونها تشکر می‌کنیم. و به اینهایی که متصل نشدند میگیم که متصل بشید به اینها. اسلام برای شما بهتر از کفر است، ملت برای شما بهتر از اجنبی است. ما برای شما میگیم این مطلب را، شما برای خودتون این کار را بکنید، رها بکنید این را. خیال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم. این چیزاییست که شماها یا کسانی دیگه درست کردن، و الا این همافرها و این درجه‌دارها و این افسرها که آمدن و متصل شدن، ما با کمال عزت و سعادت اونها را حفظ میکنیم. و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد، ما میخواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. ما نمیخواهیم نظام را به هم بزنیم، ما میخواهیم نظام محفوظ باشد، لکن نظام ناشی از ملت، در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستیش را بکنند و دیگران فرمان بهش بدن. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوازدهم به یک معنا روز شروع قدرت اسلام است، اگرچه در دوازدهم بهمن در سال 57 هنوز نظام طاغوت ظاهرا سر کار بود، اما در واقع نبود. با ورود امام در واقع این نظام پوسی